در قسمت دوم برنامه امشب در رابطه با فیلم مصلحت نظام که اسم نظامش رو برمی‌داره میگه مصلحت، با بازیگران فیلم، با دو تا بازیگر خوب فیلم، خانم نازنین فرهانی و آقای رهبانی دیگه درست میگم، مصاحبه داریم. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. شما یک صحبتی بکنید خانم نازنین فرهانی با دوریم، بعد آقای رهبانی. سلام، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. من همیشه خیلی دلم خواسته با شما صحبت کنم، بالاخره بعد از 100 سال در سن 100 سالگی اتفاق افتاد برای من. شما خیلی جوونی خانم. همین یه مقدار امروز همه ما ناراحت شدیم برای خبری که شنیدیم. بله آقای انصاریان و ولی انگار ظاهراً دیگه تبدیل شده به روزمره ما شنیدن این اخبار. خیلی تلخ بود. بله حالا ما در قسمت اول برنامه تسلیت گفتیم و صحبت کردیم، ولی دیگه حالا این قسمت دوم بسته و برنامه صحبت نکردیم، ولی واقعاً خبر تلخی بود. آقای انصاریان مثل که بازیگر سینما هم بودن. بله. سینما هم کار کرده بودن. ما تسلیت گفتیم به خانوادهشون با حالا انشالله که از این اتفاقات نیفته. خب خیلی خوش آمدین. شما هم سلام علیکم بکنین. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و خوشحالم که در خدمت شما هستم. تو از تئاتر میای دیگه؟ آره. بله از جای خوب تئاتر میان. آقای جای خوبش میتونم. از جای خوب تئاتر خیلی خوب به نظر من وحید رحمانی شروع کرد و خیلی خوب کار کرد. کار خوب کرد وحید رحمانی، هم در زمینه در واقع بازی به نظرم توی تئاتر، هم در زمینه کارگردانی. کارگردان بودید توی تئاتر؟ بودو و کارگردان، اینا همه واقعا کاری درجه یکی. آخرین موسیقی اجرا کردی چی بود؟ آخری هنر یاسمین رضا بود، سال 95 بود یا 6 هنر یاسمین رضا رو اجرا کردیم که تجربه جالب بود. دوستشم با یه سه تا پیرمردی که سنشون رو هم دیگه 200 سال میشد و تجربه قشنگی بود انجام شدیم. با وجودی که من میدونم هنر قبلا هم اینجا یکی دو بار اجرا شده بود، ولی منم دوست داشتم که یه آبتنی توی اون استخ بکنم. چه دیگه خوبی؟ تحصیلاتی چیه؟ من کارگردانی تئاتر خوندم در مونترال. چه خوب؟ بله کارگردانی تئاتر خوندم، مشتی هم اونجا تئاتر کار کردم و به هر حال وقتی برگشتم هم اینجا بیشتر به تئاتر رو یک کمی تدریس مشغول بودم و کمتر فرصت بازی داشتم، که حالا به هر حال امسال این اتفاق افتاد. امسال دو تا فیلم داری دیگه؟ بله. شش لیگ و این فیلم داری. آره. من قبل سال کردم اونو بعدم این چه سال کنم. قبل از این دو تا فیلم آخرین فیلم سینمایی که بازی کردی؟ دوئل. قبل از رفتنم دوئل. دوئل هنوز اکران نشده بود که من رفتم. آها رفتیم اونطور. بله. خب خانم فرهانی این تنها فیلم امسالته؟ نه من دو تا فیلم دیگه داشتم ولی توی جشنواره آره اون دو تا یعنی پذیرفته نشدن ظاهرا. آها. کم بازی میکنی؟ خودت کم بازی میکنی؟ یا اصلا نقشا رو دوست نداری که بازی میکنی؟ نه اینطوری نیستش که من نقشا رو، واقعیتش رو بگم اینه که من الان داشتم اونجا یه در واقع بحثای شما رو میشنیدم. واقعیتی که شما میگید و وجود دارست دیگه، به هر حال ما بازیگر انتخاب میشیم آقای جیرانی و تعداد به قول آقای دارابی بودن یا آقای شفا بودن که وقتی یه فیلم میخواد ساخته بشه اول یه تعدادی مثلا یه 10 نفرن که خب اول با اونا شروع میشه و الان ترکیب فیلم هم نگاه کنید این گله نیستا، یه واقعیتیه. نه بسیار درسته. آره. لیست کوچکی آره. است که لیست کوچکی است که خیلی اصطلاح خیلی خوبه. آره. و من به عنوان بازیگر اول باید انتخاب بشم بعد انتخاب کنم. در سالهای اخیر اتفاقا بیشتر من کار کردم، یعنی پرکارتر شدم. شاید در شروع کارم کمی وسواس بیشتری داشتم، ولی فقط یعنی هم خودم در واقع دخیل بودم در این کمکاری، هم نمیدونم شاید شکل تقدیری داره واقعا، نمیدونم خیلی جاها نشد. یعنی میخواستی بشه نشده؟ آره مثلا ببین به هر حال هر بازیگر، یعنی این دروغه که ما بگیم که من اصلا برای مهم نیستش که مثلا دیده نشم و فقط کار کنم و این اصلا بازیگر اصلا با این روحیه وارد بازیگری نمیشه، همه بازیگر دوستان دیده بشن. ولی خیلی از فیلم های من اصلا خود فیلم دیده نشد،
میدونید یعنی این اصلا چه نقشی دوست داشتی که دیده نشد؟ چه فیلم هایی؟ مثلا خب اون اوایلی که من کار میکردم که خب یه سری فیلم هایی که من بازی کردم که اصلا در ایران مثلا اکرانش اکران محدودی بود، مثلا از کنار هم میگذاریم تهران ساعت 7 صبح، اینا جشنواره‌ای مثلا، حتی مثلا یه جایزه هم برای من آورد یه دونش. بعد مثلا خانه پدری توقیف شد، مهمونی کامی توقیف شد، نمیدونم مثلا نزدیکتر به نظرم اکران خوبی نگرفت، مثلا نبات اکران خوبی نگرفت. یعنی اتفاق اینجوری افتاد که من از یه جایی فکر کردم شاید واقعا چه تقدیریه دیگه، خیلی هم مبارزه نکن دیگه. نه تقدیری نیست به در واقع، ولی شکلای تو این سینما هم لیست کوچیکه. خب با امسال آقای رحمانی دو فیلم آشتی نقشا اونا تو انتخاب کردن، تو که نقشا انتخاب نکردی؟ نه نقشا که من که نه، من هیچ وقت همچی کاری نمی کنم. این مشکلی بود، یعنی اونا تا انتخاب کردن. بله. سناریو رو خوندی هر دو ابتدش الان فعلا چه مصلحت رو بدید تو نقشه چی چی دیدی چه چالشی دیدی تو نقشه؟ این که حرفش نزدیک بود به حرفی که تو کوچه و خیابون از مردم میشنوم، حرف مرد قهرمان قصه، چیزی که میخواست خیلی نزدیک بود به چیزی که کف خیابون من این روزا میتونم. عدالت؟ بله. کف خیابون عدالت میخوان؟ من اینجوری به هر حال بله، هممون اینطور هستیم. به هر حال عدالت یه چیزیه که وقتی آینه ای که اگه زنگار بگیره باید زنگارش رو گرفت. اگر میخوایم که بیستیم و زندگی کنیم و خوب پیش بریم، این حقیقته. نه در مورد ایران، در مورد همه جا عدالت یه امر واجبه که باید اتفاق بیفته. من دوست ندارم سیاسی نگاه بشه بهش. الان تو کنفرانس خبریمونم در این باره حرف زدیم که تو فیلم سیاسی بازی کردی. من معتقد نیستم که این سیاسیه. این ممکنه که لبه های سیاسی هم داشته باشه. این حرف رو نفهمیدم. سیاسی بازی کردی یعنی چی؟ یعنی اشتباه کردی بازی کردی؟ گفتن تو فیلم سیاسی بازی کردی الان توی نشست خبریمون. ولی امکان داره که به هر حال لبه های سیاسی هم وجود داشته باشه توی این فیلم، اما اصل اون چیزی که میگه اینه که آقا به مصلحت نظامه که عادل باشه. البته این سیاسی بازی کردن دو پهلو سوالا سیاسی بازی کردن، تو چالش نقشت چی بود؟ اتفاقا الان از من خیلی پرسیدن چون نمیدونم در جریان، یعنی خیلی نقش، یعنی فیلم مردانه ایه بیشتر. من وقتی فیلم نامه رو خوندم واقعیتش نمیدونم چه شد که فکر کردم که صحبت برم و دفتر و با این کارگردان جوان صحبت کنم. من نقش رو آره، یعنی اینجوری نمیدونم واقعا چرا این کار رو کردم، نمیدونم. چون نقش نمیدونم یادته یا نه، ناهید خیلی نقش نبود، الان نقش شده، کوتاه ولی نقش شده. نه نمیتونم بگم من کردم. من با آقای داربی که رفتم و صحبت کردم دیدم که الان باش مصاحبه کردی، دیدید دیدم یک جوان پر انرژی که خیلی میدونه میخواد چی کار کنه و خیلی عاشق سینماست. من بهش گفتم این نقش هر کسی مثلا میتونه اینو بازی کنه، مثلا این نقشی نیست. الان ما در اون جلسه در واقع به این نتیجه رسیدیم که میتونیم یه مقدار اینو بپرورونیمش و تاثیرگذارش بکنیم. حالا انشالله فیلمون میبینید. خوشبختانه الان خیلی باغوش باز پذیرفتن آقای داربی و یه پیشنهاداتی من داشتم، حالا با یه بالا پایینایی ما به این نتیجه رسیدیم که این ناهیدیه که در واقع الان شما دارید میبینید. و الان اگر در اندازه به نظر کمتر از بقیه هست، بقیه بازیگرها که حالا میگم فیلم مردان است، اما عنصر تاثیرگذاریه به لحاظ حضور من، نه به لحاظ نقش دارم میگم. و من مطمئن بودم از حسین داراوی که کارشو بلده. خیلی اطمینان از کجا می اومد؟ اطمینان از همون جلسه اولی که من باهاش صحبت کردم احساس صحبت کردم اومد. که آره ببینید وقتی دیگه ماها الان متوجه میشیم که وقتی یه نفر صحبت میکنه چقدر چه از کجا آمده، چقدر تجربه داره و چقدر اطمینان داره به کاری که میخواد بکنه. حسین داراوی خیلی زحمت کشید و من روز اول فیلم برداری فهمیدم که درست فکر کردم، چون بسیار کار بلده، بسیار کارش رو خوب بلده. و امروز که فیلمو دیدم حتی از انتظارم بالاتر بود و این کم اتفاق بود. تو هم این نظر شما حسین داراوی داری؟ بله. یعنی ارتباط برقرار کردی با سرکار؟ بله، چون جهان فیلمش رو قبل از اینکه الان داشتم توی جای دیگه میگفتم، جهان فیلمش قبل از اینکه بیاد مثلا روی کاغذ و بعد حالا مثلا روی اون رمی که جای نگاتیو گرفته، اول تو ذهنش ساخته شده بود. اینو متوجه میشدم از
گپی که میزد میفهمیدم که میدونه میخواد چی کار کنه و میدونه که چی داره میسازه، راسخ وای میسه روی ایده هاش و محصولم محصولیه که قابل دفاعه به عنوان کارگردانی. تو جهان جدید جهان فیلم صحبت میکنی، خودت هم تو تا جهان کارت رو قبلا فکر میکردی که چیکار بکنی؟ یعنی در واقع با این نیتی که بری از جهان صحبت. ببینید تو تئاتر ماجرا متفاوته. براتون مثال میزنم، من این نمایش رو اجرا میکردم که شب مثلا 15 و 20 آقای پورصمیمی عزیز اومدن و قبول کردن تماشاچی ما باشن. بعد از اینکه اجرا تموم شد، چون میشناسینشون حتما دیگه، آدم خیلی رک و منم این سعادت رو داشتم که یک دوتا کار با هم همکار کنیم، به من گفتن که 15 دقیقه اولش زیادیه. من خب ما 14 ماه تمرین کرده بودیم کرگدن اوژن یونسکو، یه نمایش خیلی بزرگی بود و اینا، و اون شب برام سخت گذشت، ولی فردا اومدم از بازیگرا خواستم یک ساعت زودتر بیان و عمل کردیم به این قضیه. یعنی 15 دقیقه اولو حذف کردیم. اینا مبته میخوان در فیلم ببینن میگن 10 دقیقه اضافه. آره اون برام تصمیمات خودشونه، تصمیمات خودشونه. ولی توی تئاتر چون به هر حال یه فضای یه کمی کارگاهی تری حاکمه تو بعضی از اجراها، تو بعضی از فرم‌های اجرایی، شما این ماجرا رو داری که حتی شب آخر اجرا یه چیزایی رو عوض بکنی، ولی تو فیلم دیگه تقریبا قفل میشه قضیه. حالا اگر بیان جماعتی بگن آقا اینو باید برداری، یا بین فستیوال و اکران عمومی یه تصمیماتی گرفته بشه، ولی وقتی رفت رو اکران دیگه این فیلم قفل شده. در نتیجه تو تئاتر یه کمی آزادی بیشتری وجود داره در زمینه رویا پردازی کردن، دست دادن به تجربه های جدیدتر تو تمرین و حتی تو اجرا، و به نظرم اینطوره. اما آقای دارابی میدونست که چی میخواد. تو در همین نقش کوتاهی که خودت میگی بنزی که کوتاه هست و اینا، جایی هست که احساس میکنی که میتونستی بیشتر حضور داشته باشی و نیستی الان؟ نه واقعا اینطوری فکر میکنی؟ نه فکر میکنی الان یکی... اندازه ای تو هست؟ آره اندازه است، بیشتر از این یعنی به نظرم من یکی دو صحنه، من خیلی سختم بوده زمانی آقای جایرانی، وقتی که قبول میکردم به هر دلیلی که مثلا یه نقش کوتاهی رو بازی کنم، خیلی سختم بود مثلا بگم که به نظر من این کاراکتر اینجا باید مثلا حضور داشته باشه. فکر میکردم که ممکنه طرف فکر کنه که من میخوام نقشمو زیاد کنم. اما در مورد این واقعا مثلا، حالا چون آقای دارابی بسیار یعنی آدمی هستند که من انکار نمی کنن، یعنی اینکه ما این چالشی که با هم داشتیم، من یک جایی بهشون گفتم مثلا ناهید باید اینجا حضور داشته باشه و اگر نداشته باشه غلطه، نه به خاطر اینکه من باشم، و پذیرفتن، ولی بیشتر از این من نمی بینم. با تصمیمی که آخر فیلم گرفتی میشه موافق بودی با عنوان قهرمان هستی؟ من یه بار بهشون پیشنهاد دادم که من بزنم و اسپویل نکن. خب فیلم داری باز نمیتونی بکنی. خب بزنم کلی میتونی نه بزنم نمیفهمن. آها آره ولی ممکن خیلی به ضرر من باشه، ولی فکر میکنم نمیشود. نه به نظر درسته. بعدم من یه چیزی رو میونه کلمه تو تصحیح بکنم که اتفاقا خیلی کوتاه هم نیست کاری که تو فیلم میکنی، یعنی شاید به لحاظ تایمی کوتاه باشه تایمی، ولی خیلی تاثیر عجیب و ویژه داره کاراکتر تو تو قصه. آقای امانی نقش شیش تیکت کاملا متضاد با این نقشی که الان دارید، دو تا کاراکتر کاملا متفاوته. بله وقتی بازی میکردی کاملا متوجه این دو تفاوت ها بودی. بله بله و خب آره. همزمان هم فیلم برداری میکردیم. جدی؟ این جالب ترش هم میکرد. آره یعنی هم تو این بودی هم تو اون بودی، از این به اون از اون به این، اونجا یک مسئول اینجا یار دیگه نمیشه باز کرد در واقع شکل. آره نقطه روبروی همان، کاملا نقطه روبروی هم. بله و این برام جالب بود دیگه، به عنوان بازیگر یه دفعه دو تا فرصت اینجوری برات پیش بیاد، چرا که نه. آره واقعا چه خوب. آره بعضی ها ممکنه الان داشتن سوال میکردن ازت که یعنی چی مثلا. آره که تو دو تا نقش متضاد آره. داری بازی آره. میکنی، ولی برام اصلا این سوال عجیبه. آره دیگه حالا اون برام هم کی سوال میکرد؟ نه سوال بود که شما اصلا یعنی انتقاد بود. فکر نکنم شاید هم سوال بود، دقیقا من نفهمیدم، ولی چون من اتفاقا الان که از تو نقش تعریف کردن کاملا در متضاد در نقشی که من از تو در شیشتیک آره شما شیشتیک دیدم من شیشتیک دیدم این فیلم ندیدم، همه من نقش تعریف میکردم و تو الان قهرمان این قصه ای که دنبال عدالتی دیگه. بله که عدالت اجرا بشه و بله. در واقع نظری عدالت زیر پا فارغ از جناح و این که حالا طرفدار این حکومت بودن یا نبودن، به هر حال اونجا عدالت برای بازپرسی عدالتی مهمه و میره دنبالش. ما اصلا نگاه کار نداریم، ما میگیم قهرمان قصه دنبال عدالت به کارکتری که عدالت خواست. بله و اونجا یه مدیه بود خیلی با مزه بود اون دقیقا. آره دیگه اون دقیقا اون آخه اصلا شیشتیگ میخوردی به همه میگفتی.
بله. خب خانم به کدوم لحظه بازی تو اینجا به همین لحظه کوتاه دوست داری؟ لحظه پایانی شو و نگم دیگه. خب نه نه لحظه... ولی من میتونم بگم من اون لحظه ای رو که اتفاقا تو کنترل کردی این قمه رو، من اونجا رو از همه جا فکر میکنم بهتر. داره کارگردانی تحلیل میکنه. بله. آره واقعا یه کنترل خیلی ویژه‌ای که از دست بازیگر سخت برمیاد که بتونه نگه داره این قمه رو. آره یه طولانی این کنترل وجود داشت و بله. من اونجا رو خیلی دوست داشتم. بله متوجه. تو کنم لحظه بازیش رو دوست داری تارم همش خوب بود اصلا. یک لحظه بگو که میشه نمایش داد. آهان اون جایی که متوجه شد که یعنی بهش گفتم اون چیز. بهش یک چیزی رو در مورد شخصیت اصلی قصه گفتن در مورد آقای مشکاتی هم بهتون خیلی خوب بود. خب میخوایم نظرین فرنی سیناریو دیگه ننوشتیم ما بسازیم؟ شما که نمی‌سازید. چرا خبیل سناریوی منو نمی‌سازید؟ سناریوی منو نمی‌سازید، با من کار نمی‌کنید، فقط رفاقت 100 ساله. رمان منو بسازین آقای جیرانی. وای رمان منو بسازین. آره ایشون رمانی دارن بسیار خوبه. بسیار ببین من چقدر آدم خوبیم. در مورد نویسندگی من حرف شما، من در مورد شما صحبت می‌کنم. رمان ایشون یک رمان بسیار زیبا دارن. اومده بیرون دیگه رمان؟ هنوز نه. نه نه اومده بیرون. خیلی عالیه. رفاقت من با آقای رهبانی هم خیلی قدیمیه، ولی من واقعا دلم میخواد راجع به ایشون حداقل چیز رو بگم که واقعا تو نمایشی که ایشون اجرا کرده تو حافظت هست که اسم بری؟ نمایش هاشون که بازی کارگردانی کردن تو حافظت هست یا خودش بگی؟ کدومو؟ نمایشی کارگردانی کردی؟ کارگردان خب در انتظار گودو خب هدا گابلر خب در همین... گودو تازه کار کردی؟ نه سال 77. پس این اجرای جدیدش چی بوده در انتظار گودو؟ به حال در نظر گودو متنیه که آره همه اجرا میکنه. ادوارد البی میگفت اگر تو شهری باشه که یه بار در ماه در نظر گودو رو صحنه نمیره من تو اون شهر زندگی نمیکنم. انتظار گودو رو اول رشیدی اجرا کرد زمان ما. من به دنیا نیومده بودم. آره خیلی تعریف شدید. با آقای سیاد. بله. آره. کارگردانم اجرا کرد آقای سمندریان زمان ما. با آقای انتظامی. نقش انتظامی کی بود میگه تو کارگردان تو؟ پیام دهکردی. پیام دهکوری اولین کارش بود در تئاتر. خیلی جالب. بله جالب. پیام دهکوری تو همین نمایشی که در واقع سمندری دوباره اجرا کرده و این نقش رو بازی کرده. خیلی خوب. بله. خیلی خوشحال شدم جفتتون دیدم. رمانتو میخونم حتما. به تبریک میگم. همه از بازی تعریف میکنن، همه از بازی تعریف میکنن. و ان شاءالله که موفق باشی. جفتتون موفق باشی. خیلی خوش. سر فیلم ان شاءالله بیشتر موفق. حتما. خیلی ممنونم، متشکرم از بینندگان عزیزم که امشب هم شاهد برنامه ما بودن. تشکر میکنم. شب بخیر.